کرونا همچنان قربانی می‌گیرد. نه تنها بیش از 43,000 نفر را آلوده کرده و جان بیش از 1,000 نفر را گرفته، که حالا عده‌ای را هم بیکار کرده. دولت چین چندین مقام عالی رتبه را به دلیل واکنش نامناسب در قبال گسترش و کنترل این ویروس برکنار کرد. از جمله رئیس کمیسیون بهداشت استان هوبئی و دبیر این کمیسیون در حزب کمونیست. معاون رئیس صلیب سرخ این استان هم به دلیل آنچه کوتاهی در انجام وظیفه در زمینه توزیع کمک‌ها خوانده شد برکنار شد. همه این تحولات پس از آنکه تنها در دوشنبه گذشته در استان هوبئی 103 نفر جان باختند. رکوردی تازه در تعداد قربانیان روزانه که مجموع قربانیان در سراسر چین را به بالای 1,000 نفر افزایش داد. تنها خبر خوب این که در همان روز تعداد ثبت شده موارد ابتلا نسبت به روز قبل 20% کاهش داشت. هرچند این کاهش مقطعی را هم نمیتوان الزاماً به کاهش کلی موارد ابتلا تعبیر کرد. در حالی که سازمان بهداشت جهانی در ژنو میزبان نشستی دو روزه برای بررسی راه‌های کنترل این موزل است، مدیر این سازمان از نگرانی‌هایش در مورد تشدید گسترش ویروس می‌گوید. در روزهای اخیر شاهد نشانه‌های نگران‌کننده‌ای بوده‌ایم، از جمله انتقال ویروس به کسانی که هیچ سفری به چین نداشتند. شناسایی این گروه از افراد که فعلاً تعدادشان زیاد نیست می‌تواند به مثابه جرقه‌ای باشد که به آتشی بزرگ منجر می‌شود. موارد ابتلا در خارج از چین هم همچنان رو به افزایش است. دیروز نوزادی 3 ماهه به عنوان 15 فرد مبتلا در ویتنام شناسایی شد. در همین روز 13 فرد مبتلا در خاک آمریکا هم در ایالت کالیفرنیا بستری شد. به گفته مرکز مقابله و جلوگیری از بیماری‌های آمریکا، این فرد یکی از حدود 800 آمریکایی بوده که از شهر ووهان چین به آمریکا منتقل شدند و همچنان در قرنطینه هستند. گسترش روزافزون و کم سابقه ویروس کرونا و اقدامات ناکافی دولت چین حالا فشار بر پکن را هم بیشتر و بیشتر کرده. شی جین پینگ رئیس جمهوری چین در بازدید از یکی از حومه‌های پایتخت با لحنی نیمه شوخی و نیمه جدی خطاب به حاضران گفت بهتر است دست ندهیم. آقای شی البته در ادامه از مردم خواست روحیه‌شان را حفظ کنند و اطمینان داد که این ویروس کنترل خواهد شد. گذشت از مقام‌های دولتی و حزبی، ده‌ها نفر از مسئولان پزشکی و بهداشتی در گوشه و کنار این کشور به دلیل عدم موفقیت در جلوگیری از گسترش ویروس برکنار شدند. اقداماتی که هرچند ممکن است تا حدی به خشم مردم از کوتاهی مقامات پاسخ دهد، اما تأثیری در حل مشکل اصلی نخواهد داشت. کامبیز کراماتی، رادیو فردا.